اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علیکم ورحمة الله. عرض ادب و احترام خدمت شما. خب ما جلسه فکر کنم پنجم باشه. جلسه قبل صحبت کردیم راجع به این که ما اینجا خدا رو شکر میکنیم و همه شکر، شکر ویژه که جز او هیچ کسی منشأ خیر نیست و او رب، مربی، تربیت کننده اصلی اوست. ربی که مثل رب الارباب نیست، اون نگاه خدای خدایان نیست، همه چی اوست و مشرکانه نیست. مرکز توجهی جز او وجود نداره. که ابو عبدالله میفرماد لا معبود سواک، کسی محل توجه نیست جز تو. من کسی دیگه هم، شما کسی دیگه میبینید؟ میگم اهل دین طور بودن. شما کسی دیگه هم میبینید مثلا اینطور؟ و هیچ کسی هم منشأ اثر نیست جز به اذن او. جز به اذن خداوند متعال هیچ کسی هم منشأ اثر نیست. هیچی. این نیستش که مثلا خدا یه بخشی از کارشو تفویض کرده باشه به یکی و دیگه نمیتونه جمعش بکنه. خدای ساعت ساز نیست. یهودی ها میگفتن خدا این راه انداخته، حالا نشسته اون بغل دیگه خودش داره کار میکنه. یه رباتی درست کرده مثلا خودش هم، فرض کن ما یه رباتی درست بکنیم که مثلا از خورشید برقش رو بگیره، مثلا ما دیگه کاری نداشته باشه، خودش خودشو تعمیر کنه و فلان. خدای یهود این شکلیه. خدای یهود خدایی که یه کار دستش در رفته. و وقتی من میگم خدای یهود، یعنی خدای یهود تأثیرگذار بر تمدن غرب، یعنی خدایی که غربی ها هم امروز داره معرفی میکنه همینه. اساسا امروز اصلا مسئله غربی های نیستش که خدا وجود دارد یا نه. میگن اصلا هست، به ما چه دردی از ما دوا میکنه، ما کار خودمون میکنه. باش حالا خدای هم از اون بالا. برای همین خیلی ها تو غرب وقتی ازشون میپرسن شما مذهبتون چیه، دینتون چیه، میگن من ندانم گرام. این ندانم گیره یه چه کوفتیه؟ ببخشید. میگه که اصلا مهم نی باشی یا نباشی، نمیدونم هست یا نیست. و بعضی میگه نه خدای وجود ندارد. میگه من نمیدونم هست یا نیست. یا چه میگه اصلا چون مهم نیست بود دونستنی که هست یا نیست. خب خدا هست، اون بالایش از کار خودش میکنه. نیست، به من چه ربطی داره؟ چون خدا دیگه منشأ اثر نیست. خدا کار خودش کرده، یه بشری خلق کرده، نمیتونه جمعش کنه. توش مونده. نگاه تورات اینه دیگه، دقت بفرمایید. خدا یه آدم و حوای آفرید، کلام سرشون گذاشت، گفت سمت این درخته نرید، اگه برید میمیرید. شیطان اومد گفت بابا خالی بسته، بیاد بریم درخته رو میوهشو بخور. این عبارت تورات دیگه، این عبارت تورات. رفتن میوه رو خوردن، عالم شدن. از خدا بودن یکیشو به دست آوردن، علم. مونده بود فقط جاودانگی. یه درخت دیگه هم بود اسمش درخت جاودانگی بود، اسحخی. خی همون حیه، حی ماست، یعنی حیات. این آب حیات و جاودانگی و این همه میبینید پررنگ تو ادبیات اینا از همینجا نشأت گرفته، از دینشون نشأت گرفته، از کتاباشون نشأت گرفته. این رو هم چیکار کرد؟ استغفرالله، خدا ترسش گرفت، بود بالا ابرا قایم کرد، برد بالا ابرا قایم کرد و یه سری فرشته هم گذاشت به پای اونو. اینا هم یه ساختمونی درست کردن برن بالا ابرا خود درخت رو به دست بیارن. و که اینا شده قصه های اینا دیگه، اینا از جک و لوبیای سرامیز بگیرید، همین قصه است که برن طلا و موسیقی و یعنی اون تفریح و زیبایی رو به دست بیارن تا برج نیمه کاره بابل و نمیدونم چه و چه و همه اینا. این یه نگاه، اینجوری نیست. اراجیف اینجا راهی نداره. فقط تو ربی. اگر کسی دیگه هم قدرت ربانیت داره، مثل پدر و مادر که ما رو بزرگ میکنن، به اذن الله. حتی آمدانه خداوند متعال در مورد برخی همین نرم شکست. مثلا چی؟ پیامبرش رو یتیم بزرگ کرد. میخواد یه نشونه ای که انهو بده، به یکی ببین شما پدر مادر خیلی مؤثرن تو تربیت. بله آقا، پدر مادر که گفت ببین یتیم مکه آقای جهان شد،
چیکار داری شما؟ مثلا امام خمینی هم همینجوری میگه میخوام بگم من رب منم، فارغ از این که تو خونه فرعون بزرگ بشی، من از تو خونه فرعون موسی بیرون میکشم. شما میدونید پسر حجاج ابن یوسف از محبان درجه یک امیرالمومنین شد. شعر داره در وصف امیرالمومنین. حجاج ابن یوسف که میگفتن یه نهار نخورد الا اینکه یه نفر شیعه امیرالمومنین جلوش سر می‌بریدن. این عادت داشت به این کار، میگفت یه نفر سر می‌بریدن غذا بخورن. اینجا این رابطه باید اصلاح بشه با خدا. این رابطه رو ما نمیتونیم با خدا اصلاح بکنیم، بعد مشرکانه وارد عبادت میشیم، مشرکانه وارد دیانت میشیم. نه همه چی توی بله فرشته هایی کار انجام میدن. فرشته چی کار هست؟ بدون اذن بی اذن الله هستن هیچی. در ادامه به این فراز میرسیم. و صلی الله علی سیدنا محمد النبی و آله و سلم تسلیم. بله خب میگه باید درود خدا باشه بر پیامبر، آقای ما، سید ما، بزرگ ما، فخر ما. نامشونو میبره نبیه ای که او پیامبر خدا بود. نبی از دو تا ریشه برش رو گذاشتن. برخی گفتن از نبوه، یعنی هر جایی که بالاست بلنده. خب اینا اون کسی که تو چشم مردم بهش رجوع میکنن، انگار روی بلندی قرار گرفته، مجبوریم بیم مثلا این صندلی اینجا بذارن من بالا تق بینشم که همه بتونن بندر ببینن، درسته؟ یکم از نبعه. نبی یعنی کسی که خبر میاره. از کی میاره؟ از خدا. و آلهی و فرزندان او. و سلم تسلیم. اون هم چه سلامی. اون مفعول مطلق اینجا. یعنی سلام باشه، اون هم چه سلام. نبی کسی حالا خبر بیاره یا محل رجوع باشه اون بالا، طبعا باید امینترین، صبورترین، عالمترین، رحیمترین ویژگی ها داشته باشه. ویژگی که از قضا کاملا متضاد دارن، یعنی در اوج مهربانی بسیار قاطع، رحما بینهم اشد علی الکفار، با مؤمنین مهربان، نرم خو، جلوی کافر چنان بیسته فریاد بزنه کسی جرأت نکنه چپ نگاه بکنه. جامعه ایمانی کار هر کسی نیست. حالا من نمیخوام قرار نیست که عرض کردم وارد هر کلمه بشیم. آقا خب نبوت، حالا بسیم نبوت رو بحث میکنیم. این نیست، این رو خب سریع بگذاریم. و آل و آل، حالا فرق آل و اطرت چیه؟ اطرت جمع و جورتره، آل به خود وسیع تره. برای همین اطرت یعنی همین فرزندان، همون که نزدیکترن. اما آل مثلا نوه، نتیجه، اینا میشه دیگه. وقتی میگن اطرت پیامبر پنج تن رو ببینید، وقتی میگن آل چهارده معصوم ببینید، اینطور میشه بگید حتی بیشتر مدامت. در مورد این که آیا این اطرت پیامبر شامل حال اهل بیتی، شامل حال همسران ایشون میشد؟ نه، اطرت شامل حال همسران نمیشه. یعنی خیلی فنی در روایت این کلمه استفاده شده. تو برای اهل سنت باید دقت بکنه، چون میگن آقا مثلا این یطهرکم تطهیرا شامل حال زنان پیامبر هم میشه. نه نمیشه، چون اطرت استفاده شد. اینجا یه کمی راجع به این سلام چی بود ما فرستادیم مثلا اول که قاعده رو میدونید دیگه، یه دعا که میخوای بکنی صلوات اولش بفرستی، صلوات آخرش بفرستی، وسط هم دعا تو بکن، خدا قبل و بعدش قبول میکنه، وسط هم قبول میکنه. یه ما صلوات که میفرستیم اینا تو خود خداوند متعال تو قرآن صلوات میفرستیم. یا ایها الذین آمنوا
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. این که این نه به راستی یه می فکر کنی میگه میدونستید یو سلونه دارن همینطور میفرست، این مزاره تهم نداره، همینجوری استمرار داره، مستمرن خود خدا داره بر پیامبر گرامی اسلام داره درود میفرسته مستمرن و ملائکش. اینجا خدا میفهمه مؤمن شما می تکونه بخورید. حالا این خورده باز کنیم لازمه یک کمی، حالا نه در حد مفصل. یا ایها الذین آمنو یعنی شما ایمانتون رو بالاتر ببرید و شما هم همراهی کنید با من خدا و ملائکه و سلام و تسلیم و تسلیم هم بشید. ما آتاکم الرسول فخذوه، اگر پیامبر چیزی براتون اومده پس بگیرید، سری بگیریدش. و ما نهاکم عن، اگر یه چیزی هم شما نهی کرد فانتهوا عنه، رها کنید، نهی کنید شما. خب واقعا اینه که جامعه اسلامی نبود. ما آتاکم الرسول انقلت می آوردن، بارها عرض کردن امن الله او منک، مالا حرف خودش حرف خودش، یه هر چی آقا ما آتاکم الرسول تو بگیر ضرر میکنی، او پیغمبر من خدا مستمرن دارم به او درود میفرستم. مثلا آدم واقعا قبطه میخوره به پیامبر، این جایگاه عجیبی که ایشون داره. خب یه انسان به کجا میتونه برسه که خدا مستمرن، حالا ملاکن اصلا بزنیم کنار، یعنی اصلا ما این صلوات هره که داریم میفرستیم برای خودمون خوبه، ما داریم میخواییم بگیم ایمانمون خداییه، ما درک از عالم ملکوت داریم، مستمرن. بعد خود فعل بیهوده انجام میده، کار بیهوده انجام میده، مثلا آفرین آفرین به این نفری پشت دارم مثلا بگیم باریکالله باریکالله باریکالله، چه حسنی داریم مثلا بگیم باریکالله باریکالله، نه یه اتفاقی در هسته میفته با هر بار این درود فرستادنه که این بخش بر ما بسته است، ما نمیفهم خورده حرف زد. صلوات خدا نزول رحمت و افزایش و ترفیع درجه و علم بر پیامبر، دائم به علم ایشون همینطور داره اضافه تر میشه. ببین اهل به تجلیگاه خدا، خدا میخواست مثل یا انسانی بروز و ظهور پیدا بکنه بهتر از 14 معصوم نمیشه، اما این متوقف نیستش، یعنی پچی نیومده مثلا شما اینو بگیری آپدیت بشه تموم بشه بره مثلا، نه این دائم وصله به اون کمال مطلقه. به یه آینه رو فرض بکنید، مثلا جلو آینه وای میستم میگم الان این منم، اون کی اون تو، اونم هم توی هم تو نیستی دیگه. حالا چند تا چیز اینجا مهمه. اول این آینه یه تیکه از منو داره نشون میده یا آینه قدیه؟ در مورد ماها، در مورد بقیه مخلوق این که یه تیکه است، تمام مخلوقات یه اثر یه نشونه خدا دارن. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری زیر معرفت کرده گفت. همه گربه شما که داخل اون می‌بینید، نمی‌دونم آسمون نگاه می‌کنه، زمین نگاه می‌کنه، نه همه نشانه های خداست. اما در هیچ انسان اون ویژگی رو داره که کوه نمیتونه اینجوری انجام بده. کوه گفت تو می‌تونی تجلیگاه من بشی؟ و ما مال این حرفا نیستیم. آسمان بار امانت نتوانست کشی، سماوات نتونستن تحمل بکنن. این آدم دستش بود برگفت آبدید به ما، خدا میفهمه یک کانه زلو من جهول، این نفهمید چی خواست و نقصش هم همینه، کانه زلو من جهولا، چی اونو درستش میکنه؟
هر آنچه که از ظلم و جهل بیاردش بیرون کمکش میکنه. برای همین علم بسیار مهمه. ما در روایت داریم که مثلا یه بابی داره در اصول کافی که دائم آن به آن داره به علم امام افزوده میشه. اینطور به صورت ویژه میگه آقا شب جمعه ها این اتفاق میفته. از چه جنسیه؟ اینو من نوتون آینه توضیح بدم. در اهل بدین آینه تمام قد شد، یعنی نگاه میکردن یه لحظه فکر کنه آدم ندونه اینجا یه آینه است، با اینه هم که سلام علیک کنه فکر کنه خودشه. امیرالمومنین جا خدا میگرفتن قاطی میکردن، گفتن علی تو خدایی، چون من خدا نیستم، اشتباه نگیری. حالا اینجا چی میشه؟ اینجا دقت بفهم. شما فرض بکنید یه آینه قدی گذاشتن اینجا، همینجا خاموشه مثلا چراغا، خب بعد تصویر تمام من تو آینه هست یا نه؟ هست. مثلا نور همینجا کم، بعد هی یه لامپ اضافه کنم چی میشه؟ گفت وضوح اون تصویر چی میشه؟ او آینه تمام قد خدا هست، اما هر بار داره این وضوح بیشتر میشه. یعنی واقعا با این صلوات های ما، با این درخواست های ما، پیامبر حرفی درجه میگیره. بله دیگه، میگه بخواید شما خودتون رو تو این امر شریک بکنید. مطمئن چون عرض کردم، نمیدونم بعضی موقع من به چیزم تردیدم میفتم، مثلا یه نکته رو قبلا گفتم بگم توی بحث یا نگم، اگه نگم میترسم یه نفر همین بحث رو فقط گوش بکنه متوجه نشه. کوتاه بگم این که این اینی که ما یه چاله های آبیم کنار دریا، کنار دریا، این دریا یه مد که میشه ها تمام چاله ها رو چیه؟ پر میکنه. مثلا دریا مثلا فوق تصور این چاله است که چی داره. اهل بیت و امام اون دریا هست، اون اقیانوس هست. اما حالا یه سوال، آیا به آب اقیانوس ها همینطور داره اضافه میشه یا نه؟ بله، رودخونه همینطور میشه تو دریا. میگه شما این ترفیع درجه رو همینجوری بخواید، چون ترفیع درجه خودتونه. این بزرگواران هم برای شما سلام میفرستن. اصلا بعضی از آیات آدم میخونه واقعا مو به تن آدم سیخ میشه. والله به این چطور داره در مورد یه بندش صحبت کنه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. از آدم لذت میبره، میگه در مورد چقدر این قشنگه. این آیه گوش کن، نکته قرآنی ظریف درش هست. به یحیی که میرسه میگه سلام بر او باش، خدا داره سلام میفرسته، سلام علیه یوم ولد، یا به دنیا آمدنش سلام بر تو. و روزی که کشتیدش، روزی که دنیا میره، یوم یموت و یوم یبعث حیا، روزی که دوباره برانگیخته میشه. این در مورد حضرت یحیی است. ببین به حضرت مسیح میرسه چی میشه. خیلی زیباست. تو هم سوره مریم اونجا میگه سلام علی، به حضرت مسیح که میرسه سلام علی. یه همه رو فعل شد، فعل متکلم وحده. سلام بر من روزی که به دنیا آمدم، روزی که از این دنیا میرم و روزی که دوباره مبعوث میشم. اینجا میبینی که حضرت مسیح اجازه داره از طرف خدا حرف بزنه، یحیی نه. جایگاه بالاتر حضرت مسیح علیه السلام شد. سلام هایی که ما میگیم یادم ما شیعان تا دلت بخواد سلام دارن، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام، اینقدر نمیدونیم چی کار داریم میکنیم. والا بازای پناهیان بوده فکر کنم یه جای من شنیدم گفت اینقدر مثلا میرسیم سلام میدیم، گفت رسیدم تهران چشم افتاد به میدون آزاد، گفتم السلام علیکم چی هم میگه.
آره این سلاما تسلیم میاره در مقابل خدا و سلامت میاره. حالا خود جلوتر صحبت بکنیم. صلوات ملائکه همین نزول رحمت به واسطه خدا و تبعیت ملائکه از ایناست. تا ملائکه در اختیار شما. مؤمنین با صلواتی که با سلامی که میفرستن به پیامبر و آلش برای خودشون کسب رحمت میکنن و اون پیامبری که برای صلوات فرستادن و سلام فرستادن میشه رحمت للعالمین. یعنی اصلا به واسطه شما خدا داره رحمت میکنه و رحم میکنه به کل بشر، به کل هستی. تو این صلوات پس دعا برای خود ماست. سلامش هم سلام مطلقه. یعنی چی؟ یعنی از هر حیث، آقا جسمی، روحی، نسلی، یعنی سلامت بده به وجود این آدم. و این بر باستاب خودمونها، این سلامت به خودمون برمیگرده. آقا جواب سلام واجبه دیگه. اصلا خدا یه جاهایی اصلا این سلام باید واجب میشد. جوابش که ما بتونیم بریم سر صحبت باز بکنیم با یه دی، ولو خیلی خرابکاری کرد. فکر کنم اینا قهر کردیم بعد مقصرم با این. اونم آدم مؤمنیه، فهم و شعور داره. اما دو کج کلاه حرف نمیزنم. یه کسی که واجباتو میفهمه، حلال حرام خدا حالش میشه. حالا این نفر کلی اذیتش کردیم، بهش میگه سلام. چی میگه؟ علی کسام که واجبه و جواب بده. یعنی کسام مثلا با این سلام زندگی ما رو سلامت میگیره، نسل تو سلامت میگیره. یا عرض کردم هر چی میخواد از خدا بخواد، هر چی. اصلا یه نفر قاری اومد اینجا خون، خدای صدای قشنگ داشت، کاش ما می خدا تو نسل ما یه قاری خوب بذار. تا میتونید بخواید داری یه جنت میشه. مثلا میرید طرف یه شهر، ای کاش من پول میداشتم به کل مردم این شهر یه نهاری میدادم. آره هیچ چی رادی ندارم. همین ای کاشا میره که نیت مهمه دیگه. مهمه ته دلش واقعا دوست داره این کار انجام بده. میکاش مثلا میتونستم آقا تمام مثلا یه شهر میسازم فقرا رو همه رو جمع میکردم بودم. همین رو باید مینویسم. تون تون مینویسم. به خودت نده در نسلت قرار میده. مثلا اینه آقا چون نوه شما یوی میشد که بعض از اینا مثلا حالا من خیلی اهل خواب ماب تعریف کردن تو سخنرانی نیستم، اما هست دیگه در مورد علما اینا نقل شده که مثلا آقا این نتیجه فلان عمل پدر پدر پدرت بود مثلا که او رو در نسلش قرار دادیم. یه خواسته حضرت ابراهیم مثلا خواب چیه؟ قال و من ذریتی. کل خواسته حضرت ابراهیم ملکوت آسمان ها زمین رو نشونش دادن اهل بیت رو دید. گفت میشه اینا بچه های من قرار بگیرم؟ گفت بالاخره میخوام به دنیا بیان دیگه. حال چی میشه مثلا تو نسل من باشن؟ میشه باریکلا، چه خواسته خوبی. با تو خواستن از خدا چیز قشنگ قشنگ میخوایم. منتها امتحان داره. گفت پایم خدای گفت باش. امتحانش هم گرفت و هم سربلند در اومد. گفت بیمارتون برای حضرت ابراهیم همین بس که مثلا امام صادق وقتی خودشو میخواد معرفی کنه میخواد بگه من کیم؟ یا انا ابنو کی؟ ابراهیم. با افتخار من پسر ابراهیمم. انا ابن اعراق الثرا، من پسر ریشه های زمین اسماعیلم. حالا به اسماعیل چرا دادن؟ تابع بود دیگه تون امتحان. افعل ما تؤمر، هر چی بده امر شده انجام بده پدر جان. میخوای یه وقت شبن که چش تو چشم نشی دلت نلرزم از پشت سر ببری؟ بیا دست و پا ببند که وقت دست و پا نزنم کار سخت نشه. بیا میخوام کارت را بندازم.
میگه ما رو از صابران یافتی. و از صابران یافتیم سریع ما بغلش گازشو میگیریم رد میشیم. از صابران یافتیم خیلی مهمه. خدا متعال میفرما و جعلنا منهم ائمه، بعضی از اینها امام شدن. چرا؟ لما صبرو. مهمترین چیزی که نه صبور باید باشه، این جایگاه صبر میخواد. اتفاقاتی قرار میفته جلو چشمت و کسی که هر روز به اهل بیت داره سلام میده، کسی که زیارت عاشورا میخونه 100 تا سلام میده، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، به کل عاشورایی ها داره سلام میده، همینطور علیک سلام داره میشنوه. اصلا تو آخر الزمان ما لازمه هست، کاری واجبه، واجب شرعی نگفتن، فردا قصه رو هم درست نکنید. بله. بعد سلام نام خداست. یکی از چیزهایی که شیطان ها میرونه، یا میگه اما بسم الله الرحمن الرحیم، یه در میره، یکی سلام، سلام مؤمن محیمن عزیز الجبار، نام خداست، اسم خدا میره در میره. این همه توصیه شده سلام کردن به هم دیگه، به احوال پرسی. و دیدید یه اصراری هست در شکستن نام خدا. دقت کنید، مثلا شبکه اون طرفی هم شروع شد، درود. درود یعنی من تو رو میبینم، ات حواسم، چطوری؟ چطوری؟ چطوری هم بگیم همینه. اما سلام یعنی نام خدا. میگه آقای سلام یعنی که ببین از جان من تو امنیتی. چرا؟ چون من آدم خدایی هستم، من به کسی آسیبی نمیرسونم، من برای تو آرزوی سلامت دارم میکنم و سلامت یعنی این که تو وارد ولایت الله بشی، بیرون اینجا باشی در سلامت نیستی. و مهمترین سلامت، سلامت عاقبت آدم، سلامت روح آدمه. بله تو همین سلام، یه سلام جسمی هم نافته است. ما در فرهنگ اسلامی، اسلام از سلام اصلا گرفته شده ریشش، در فرهنگ اسلامی اهل این نیستیم دعوای رو شروع بکنیم. انقدر مسلمان ها روی مسئله، شیعیان علی خصوص، حساس اینکه فقه های ما چقدر بحث ها کردن که اصلا ما اجازه داریم جهاد ابتدایی داشته باشیم یا نه. شما نگاه بکنید همیشه همینه، جنگ رو طرف مقابل شروع کنه، ما اهل شروع کردن جنگ نیستیم. یعنی خب میگم اون کسی که اینطور به ملکوت یه چیز نگاه میکنه، به آخر اوقات یه چیز نگاه میکنه، دنیاش گیره دیگه به طریق اولا تأمین میکنه، کسی کاری نداشته باشه. از اینجا میرسیم به فراز بعدی. میگه که تا اینجا فقط صلوات و سلامشو فرستادیم. ببینید دقت بکنین که میگه که آقا این صلوات نفاق رو از بین میبره، این صلوات فلان میکنه، این سلام دادن ها نمیکنه آدم. نشستی با همین دقتی که با این نکاتی که عرض کردم، یعنی وقتی داری صلوات میفرستی، وقتی داری سلام میدی به اهل بیت، اینا نور ببین که از زمین آسمون داره میباره برای قلب تو. آقا اینطور بگم، میگه رفتی خود زدی به شارژر، مثل این بازی کامپیوتری باید بودوی بودوی بدی یه جا برسی خونت زیاد شه، یه جا بایستی اکسیژن بگیری، آقا یه جون به جونام اضافه شد به قول این جوان ترا، ها یه همون جایه. تو ماشین نشستی بیکار، شروع کن همینطور. آقا بعضی میگن مثلا آقا یه ذکری به ما یاد بده، آقا ذکری بالاتر از صلوات وجود نداره. مثلا این دارین شک نکنید، نه که آخر همه چیزو اهل بیت به خاطر رحمتشون به ما ارائه کردن و فهم کن اینقدر دم دسته، فهم کن نه یه چیزی از اون لاماس به ما نگفتن، بیرون اونو پیداش کن. نه همینه. در ادامه میگیم اللهم لك الحمد و
خدا این شکر لکه، اللهم الحمد لک، نه اللهم لک الحمد. خدای اول مال توه. چی؟ شکر. خدا اول مال توه. چی؟ همه چی. حالا اینجا منظوره چی بود؟ شکر. ایاک نعبد، بعد میگفتیم نعبد و ایاک، فقط تو را چی میپرستم، فقط و فقط از تو چی یاری میجویم. میبینید تو نگاه دنیا فقط توی خدا، اصلا به این برای هیچ کسی جز خدا تره خورده میکنیم، از هیچ کسی جز خدا حساب نمیبریم. گفت سلطان محمود خره کیه؟ همینه. الا الحمد، اللهم لك الحمد. الا خدا شکر برای چی؟ ببین خدا این همه شکر ممنونتم برای چی؟ اینجاش خیلی جا ماجرا بهی قضا افیابلی، برای این تقدیری که برای اولیات نوشتی. خدای ممنونم خیلی ویژه، دمت گرم. خب چی شده؟ این قضا و قدری که برای اولیات قرار دادی. مثلا کنم به تو چرا ربط داره؟ برای اولیا هم قرار دادم. نه خدای من ربط داره، فهمیدم. این دعا میخواد اینو یاد بده که بزرگترین نعمت این بود که تو من به واسطه منو به اولیات وصل کردی، که من اینا رو میشناسمشون. بزرگترین نعمت همین اولیات. الذین استخلصتهم لنفسک و دینک، اونایی که خالصشون کردی برای خودت و دین خودت. اینو باید باز کنیم فراز. خب دلیل این هم چی بوده؟ یه ربطی به اولیا داره دیگه. بیا آیه قرآن بخون. بفهمید لقد من الله، خدا منت گذاشت. خدا خب خیلی وقت خیلی نعمت داده به کافر و چه میدونم میمون و گاو و شغال و خفاش و مورچه و نعمت داره دوش. برای چند تاش گفته منت سرتون گذاشتم؟ ها چند جدید خدا برگر بی که به منت سرتون گذاشتم ها. داری نفس میکشی؟ منت سر گذاشتم داری را میری؟ منت سر گذاشتم داری میبینی و و عموم این نعمات که عادی عادی شده برامون که تا از دست ندیم نمیفهمیم. تو همینجا نشستی نعمت سلامت رو نمیدونی. یه دندون درد همین الان بگیردت بری هی این دندون بذاشی روز جمعه، اون دندون بذاشی که نیستش، اصلا گوشی نداریم. آقا بیا یه بلایی سر من واقعا آروم بشم فردا، اصلا همونجا تصمیماتی هم. یا بیا بکشش شست قرض بسید تو حلقه. نعمتان مجهولتان، السلامت و الامان. این دوتا نعمت مجهوله، سلامتی و امنیت. یا یه نفر اینجا برید اینجا سیان یه کلان چینکوفی برداری یه انتحاری بزنه نمیدونم مثل کشوره بیه اونا. نه بیه برای کدومش تالا منت سرده باشه سنگی که میخوام منت بذارم. لقد من الله علی المؤمنین، به مؤمنین یه منتی دارم، یه نعمت ویژه دارم که چی؟ اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، این که از خودشون یه پیام برفرست. چرا این حس و پس من ندارم این نعمت انقدر ویژه است؟ همینجا آدم عاقل میفهمه که نمیفهمه. یه باید یه چیزی هست من میفهمم، یه چیزی هست که نمیفهمم. عقل یعنی همین دیگه، دریچه باز میکنیم شما. یه چیزی اینجا باید باشه، من هم نمیدونم چیه اما چیز خوبیه، بعدش برسم. از اون طرف هم ما جز خدا چیزی رو نمیخوایم. به قول امام حسین ما وجده من فقدک، چی داره اون کسی که تو رو فقدان تو شد تو رو گمت کرد؟ دعای عرفه باید بشه دیگه. چی داره؟ خب پس فقط توی اینجا، چرا من باید برای این یعنی تو، پس این یعنی شما. اگر ما بخواهیم از اولیاء خدا باشیم، چون این گفت این حمد برای چی؟ فی اولیائک، در مورد اولیاء توه. از اولیا بخوایم باشیم باید بفهمیم این هم چیه و برای چیه، و حتما شکر و سپاس یه چیز خوبیه.
اما جسارتا داستان اولیا هیچ شادی چیز خوبی نداره. خدا ممنونم از این تقدیری که قرار دادی برای اولیا، این کربلا اینجوری درست بشه، سرها بریده بشه، بدنهای مطهری که زیر سم اسبان برن. اون اگه میفهمیدیم برای این صبح شب حمد میکردیم دیگه. یا الحمدلله که یه نفر بلند شد اومد این مأموریت رو بر دوش گرفت و گفت من کربلا رو انجام میدم تا تهش پیش میرم که میلیون میلیون میلیارد میلیارد آدم هدایت بشن و خط مشخص بشه که اگر جز من حسین ابن علی نمی بودم هیچ کسی این مأموریت اینجوری انجام نمیتونست بده، نمیتونست اینجوری شیشتونگ انجام بده. حواسش به همه چی باشه، از جز تا کل. تو یه تصادف میکنی، من یکی این همسایه‌مون تصادف کرد، تصادف بدی هم کرد، خب الحمدلله سالم موندم. من تو مثلا گفتم پسرم الله بین گلگی رو چرخ کشیدم بیرون، در بود داغون شده بودن، خودش بعد از ظهر فهمید انگشت خودش هم شکسته، نفهمیده بود. یعنی اینقدر آدم حواسش پرت میشه، انگشت خودش شکسته شده بود نفهمیده بود. اما مولای من شما وقتش به میدان میرفت حواسش بود که زیر این پیرهنه پاره کنیم پیرهنه روش پیرهنه خوشگل تنش کنه. آقا جان چرا این کار داری میکنی؟ گفت این جماعت که من میدم من رو برهنه میکنه، من دوست ندارم برهنه باشم، دارم تیکه تیکش میکنم که میل پیدا نکنه در بیارم یه پیرهنه پاره ای به چه درد، یه زیر پوش پاره به چه درد میخوره مثلا. گفت این پیرهن قشنگه چی روش داره؟ گفت اونی که میاد دست خالی بر نگرده بالاخره دیگه. وسط دعوا نرخ تعیین میکنی آقا جون؟ یاره نرخ تعیین میکنی. خب حالا بیایم اینجوری نگاه بکنیم به قول علامه بزرگوار صاحب اللحوف، یا من میتونستم دو جور بنویسم. یکی همینجوری نوشتم برای شما مقتل نوشتم، یکی هم فقط میتونستم از این قشنگیاش بگم که تا آخرش وقتی میخونید فریاد سرمستی بزنید. برای همین حضرت زینب سلام الله علیها ازش میپرسن چی دیدیم؟ یا ما رأیت الله. آره مأموریت به بهترین نحو ممکن انجام شد. مأموریت اصلا قصه دعای ندبه رسالت و مأموریته. اولیاء الله و کسان دیگر، اونا که کسایی که تو این دو تو این دعا تصمیم میگیرن قاطی اولیاء الله شد، میخوان برگردن میگن یه بخشی از اون رسالتم بده به دوش بابا، ما میخوام ادا شما رو در بیاریم. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاء في اولياءك الذين استخلصتهم لدينك لنفسك ودينك. الحمدلله این تقدیر براشون نوشته که امیرالمومنین بلا سرش بیاد. این مومن که الخیر فی ما وقع یقینا کله خیر. نگاه مومن اینه، یه طراح توی مگه میشه تو این ایراد باشه؟ اصلا کسی که دنبال قرقر میکنه دنبال ایراد میگرده، یعنی معمار این سیستم رو ایراددار میدونه. بعد این کار میسپردن دست من، تو فاتحه میخوندیم به قرآن مثلا. خدا میگه نه، من میدانستم که اینها فقط وفا میکنن. تو ادامه دعا هست، خیلی دعای عجیبه دعای ندبه، خیلی یه مرور مبانی دینی فکری یه شیعه هست. یه نکته دیگه اینجا داره که وقتی شروع کرد داستانو میگه فی اولیاء کل الذین استخلصتم، تاریخو شروع کرد دیگه، شروع میکنه اونجا بعد میگه و بعضی اون اسکن تا فی جنتک، درسته بعضیشون توی بهشت خودت جا دادی تا آخر و نحن نقول الحمدلله رب العالمین که دیگه ظهور شه گرفته میگیم الحمدلله، با حمد شروع کردیم با حمدم تمومش میکنیم. این کاملا برخلاف شیوه های تاریخ نگاری دنیاست. تو تاریخ نگاری شما تاریخ میخونید، تاریخ چی خوندید؟ ایو دقیقا مستکبرا رو میخونیم. تو تاریخ مثلا
خب در زمان فرعون یه پیامبری بود به نام موسی. این خب چه میگه در زمان فرعون یه پیغمبر در نام موسی؟ او یه پیغمبر به نام موسی در یه دشمن هم داشت مثل فرعون. چرا؟ چون جریان و حکومت در طول تاریخ دست اونا بود. اینجا میگه چرا اینقدر سلبی میبینی این تاریخو؟ ایجابی ببین، بیا از زاویه دید اولیاء الله ببین. شروع کن از خود من و خدا. الحمدلله چه قصه جالبی، چه تاریخی، چه سیر تاریخی که اولیاء تو یه مأموریتی به دست گرفتن و به نحو احسن دارن پیش میبرن. بشر رو از بت پرستی رسوندن به اینجا. از روزی که امیرالمومنین اونجا یکی و تنها تو کوچه گیر افتاده بود، کسی نبود کمکش کنه، به یه مرحله رسوندن که الان کسی جرئت نکنه چپ نگاه کنه به کاشیهای حرمشون. میگه میبینی سیر تاریخی مثبت رو؟ یا فقط داری سیاه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی ماجرا رو؟ چرا شبیه بقیه مورخین داری میبینی؟ اونا اینجوری نوشتن تاریخو. در زمان سلسله فلانیان، در زمان سلسله بهمانیان، در زمان ز تاریخ ما همیشه اینجوری میخونیم. تاریخ خود مدرسه خودمون همینجوری خوندیم. بعد انتظار دارم بچه اهل دین و خدا و پیغمبر بار بیاد. تو تاریخو باید اینوری مینوشتی، تاریخو الهی باید مینوشتی. اونا رو هم میگفتی، مگه خدا فرعون رو نگفته؟ من خدا فرعون رو نگفته؟ گفته. من این نمرود رو نگفته؟ گفته. اراذل لوباش که توضیح داده. اما چقدر اسم اراذل لوباش توی قرآن اومده، چقدر اسم انبیاءش اومده؟ یقیناً پیامبران خیلی بیشتر، خیلی بیشتر. یه فرعون و نمرود کی واقعا آدم خب ببینه با اندازه انگشته یه دست نمیتونست ببره. اما اونجا می سلام علی ابراهیم از شروع میکنه آدم این نمیدونم چی موسی عیسی ذوالکفل نمیدونم چی همینج پیغمبر اسم میبرم نشه. میگه بازیگرای اصلی اینا بودن. حالا یه سنگ راهی هم بود به اسم فرعون، من پیچیدیمش بهم نفهمید از کجا خورد بدبخت. بعد چقدام قشنگ مگه از خوش مثلا مگه از خوش درد اینجوری هم زدتش. اون نمرود این همه ادعاش میشد و فلان و و یه پشه انداختش پایین. اومدن با کاردک جمعش کردن رو زمین بردنش. میبینید چقدر دیدگاه تو رو درست میکنم. راست میگه. ما چرا همیشه برعکس میدیدیم تاریخ همین الان تا من گفتم شاید مثلا تو ذهنت اومده. والا چه اینجوریه؟ برای اینکه اینا ببین نگاه کن ادعیه ما آچارکشی میکنن افکار ما رو، منظومه فکری ما رو. و اینم برای ما ذاتاً جذابه ها که در مورد اولیاء بشنیم، چون با اینا کشش داریم. ولی خدا وکیلی، خدا رحمت کنه برای ما صلح شروع. همین ماجرای این سری از یوسف چی داره آخه ملت آمد نمون کن؟ مسخره هم دارن میکنن و همین هنچه دوباره میذارن دوباره مردم نگاه میکن. همون کسی خوش داره مسخره میکنه یه بذارم کدوم قسمتشه؟ به خودش میبینه تا تهدیده. چرا؟ چون اصلا تو با تنظیمات اون ساخته شدی. فطرت تو از اینا دوست داره. حبب الیکم الایمان. تو ذاتاً حبب قرآن محبوب قرار داده اینو تو دلت. کیف میکنه نگاه میکنه. حتی اگه فیلم دیگه هم ازش اینجوری هم چه ویژگی پیدا کنه، اونم چون فطریه. چیزی که میگیم محبوبن از طولانی اساسی مرور زمان محبوبیتشون کم نکرد، اینو ربطی به فطرت دارن ها. نمیشه با تبلیغات یه چیزی رو همینجوری بالا نگه داشت. میتونی با تبلیغات صبح تا شب پمپاژ تبلیغات کنی بالا نگه داری، جنس خوبی نیست. تبلیغات رو حذف کنی سقوط کرده. اما چیزی که جنسش خوبه، مردم میرن پشت کوه پیداش میکنن، خودشون جاده میزنن برن اونو تهیه کنن بیارن. همین دیگه، میره معدن میزنه وسط بیابون، میگه این جنس خوبیه. همین فوتبال یکی دلایل محبوبیتش فطری بودنشه.
با فطر، چون ورزشی که فطریه. یعنی چی؟ ببین آقا، برابری، عدالت. عقل میگه ما یه نفر داور بذاریم هر چی گفت دیگه باید چیکار کنیم؟ گوش کنیم، اطاعت کنیم، ولو غلط. قاعده بازی رو بپذیری. بله، بعدن دیگه رو داور نذار. آقا یه نفر بذار اون جلو، بذار هر چقدر تمرین کردن حمله کردن تو یه شوت بزن اون بگیره بزنه تو گل. آفساید، نامردی نداری. یه تک بزنیم قطع نخاش کنیم، پدر سوخته خوب بازی می‌کنه، ازش بیرون بیا برگم شو بیرون ببینم بازی. قال اهبت برو فنک رجیم، دو تا بازی هم حذفش کنید، این خیلی بد زد. چون با به عدالت یه خورده نزدیکه بیشتر شده. و این اگه مردم عاشق زد و خورد باشن، خب فوتبال آمریکایی نگاه میکن، خب اونم هست دیگه، چرا از اون خوششون نمیاد؟ ها؟ نه کسی از زد و خورد خوشش نمیاد. یونان باستانی سیش بنزن گلادیاتورا بیاشین نگاه کن، روم و یونان باستان میشه همگر بخورید ما نگاه کنیم. کیف میکنی وقتی بازی تیمی قشنگ میبینی، همکاری دوست داریم ما، ید الله مع جماعه. حالا این که مثلا اهداف این از اون چی نائل میشه، چی شده، چی به دست اومده، با اون کار ندارم. ما حالا مثلا بشه دردی خورده، مثلا این ورزشی، با اصلا با اون کاری ندارم. حولش چه قصه هایی داره، چه بحثایی داره، از حواشیش، بحثای مالیش، این اصلا با اینا کاری ندارم. اما خب بگم این قاعده هست، اینو بشناسید. فطریات باقی هن، ریشه دارن. زمستون بیاد برین تنه درخت یه چیش نمیشه، اون بوته است. یه زمستون روزن کدور نمیم دیدید یا نه، میکاریم دیدید 20 متر همینجوری میره پر میکنی یه جایی رو. یه سرما میزنی زمستون، یا حضرت با کوش قیب شد، اما درخت میمونه، برگاش میریزم بهار دوباره برمیدیم. چیز فطری اصیله. آدمایی که فطری برخورد میکنن محبوبیت ذاتی دارن بین مردم. شاید یه جای بحثی پیش بیاد اینجا، اما ته دلت کشش داری بهش، ناراحتی کرده باهات، اما میگه آدم با مرامیه، برای خودم بود، منصفانه نگاه میکنم، دادی هم که سرم زد برای خودم بود. این هم دادی بیدادی که پدر مادر سرم میکنه، میدونیم دوستمون دارن، میدونیم از عشقه، میدونیم از علاقه است. بعد میگه که این قضا و قدر براشون هست. این قضا و قدر چی بوده؟ خب ما خدا مقدر کرده دیگه چیز رو، یه دو جور مقدر میکنه. یکی که اراده هیچ مخلوقی درش تأثیر نداره، اینا رو با یورید میگه در قرآن، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. میخوام به کسی مشرب شد میشه نخواهید؟ نه نمیشه، چند من نتون استغفر، نه نمیشه. یه مدل دیگه از اراده الهی اینه که در طول اون اراده یک موجود مختار دیگه هم قرار میگیره که اون کارو تموم میکنه. اینا رو با شاعه گفته، یه جا میگه یورید، یه جا میگه یشا، یهدی من یشا، تا همت بخوای هدایت رو کنم. نمیشه که همیشه خوده میخوایم، میشه با همجور پدر سختگی انجام بدیم، ما رو به زور ببری بهش؟ میشه قلقه ما همجور مثلا مال مردم بخوریم به زور، بیا خیر ما رو بگیر به زور، بی خود کرد یه روش بینم پدر سخته؟ نخی، یهدی من یشا، یوزل من یشا. من که دوست داشتم آفریدمت که مخلوقم. با همه آتش خاله جلو دم دستت نشستی، مثلا یه کاغذی برشتی، مثلا تا میزنی یه چیزی، مثلا دلت دمید به نوزش دور، بعد خودت رو دوستت نداشته باشه و میرسیم. خدا میگه فرشته ها که اسمت دارن مختار نبودن که اسمت داشته باشن، مجبور بودن اسمت داشته باشن. ما مختاریم درسته؟
ما مجبور بودیم مختار باشیم. نه دیگه، مجبور بودیم مختار باشیم، این اختیار ما بود. اینجا اراده ما اونجا قرار میگیره. شما الان با اراده خودتون، شما با اراده خودتون اومدید داینات بدید، درسته؟ اما این آمدن شما به اراده الهی و قضا و قدر الهی، خدا خواست که تو بخوای که بتونی بخوای. تو این بخش به اراده انسان خدا میخواد اشاره کن که ببین من که میتونم کارو من انجام بدم، بخوای چه من از آسمون رعد و برق بزنه، شهاب سنگ بباره، میخوام یه کاری کنم. آ چیکار میکنم؟ مخصوصا بعد از بعثت پیامبر. گفت میخوام از این به بعد کارامو دیگه نبا سنگ و نمیدونم چوب و آسمون بشکافم، میخوام اراده کردم کارامو الله حاکم کنه. همینو بگیریم برای این دعا بس. اراده کردم کارامو از این بعد با اراده مؤمنین پیش ببرم. ما عصای موسی بود؟ بله، شمایید. تو این دعا میخواد اینو به دست بیاریم. و عصای موسی بود؟ شمایید از این به بعد. ید بیضا موسی شمایید. راب را رفتن عیسی شمایید. شما مؤمنین. میخوام با شما کارم پیش ببرم. کی پایه هست؟ مقدر کردم که تو بشی اون. بسم الله بیاید. بیاید یه خودی نشون بدید ببینم. بیا خودتون رو قاطین اولیاء الله کنید. سیرم توضیح میداله، ادامه میبینیم دیگه. از حضرت آدم شروع میکنه، پیامبرها رو اسم میبره، یه تاریخی نقل میکنه. تاریخی توش نه اسم فرعونه، نه هیچ، اصلا مهم نیستن اون اسمشون بیاره. حالا این فرعون نه یه فرعون دو نه سه. همیشه این مخالفی هست دیگه. چه اهمیتی داره کیه؟ بایدن یا ترامپه؟ تو چی کاره ای؟ چقدر اعتماد داری به من خدا؟ تا چقدر داد بزنه خالی نمی کنی؟ تا چند نفر قمه بکشن در نمیری؟ ها؟ بیا بسا بریم چند نفر؟ قصه اینه. مثلا دعای ندبه اومده این مانیفست رو ارائه بده. و اراده الهی هم که کسی میتونه دخل و تصرف کنه. آخرش هم میگه تمام میکنم کارو. نه حزب الله هم الغالبون. من که تمام میکنم کارمو. تو دوست نداشتی عصای من باشی؟ تو دوست نداشتی ید الله باشی؟ تو دوست نداشتی عین الله باشی؟ بیایید این طرف. تو یقین میخواد، ایمان میخواد این کار. اصل اتفاق پس اینه. این دعا میخواد این رسالت الهی که بر دوش اولیاش گذاشته رو به ما توضیح بده و داره ثبت نام میکنه، اسم نویسی میکنه. یه جا میگه آقا یه دوره هست داره برگزار میشه، کیا تا حالا شرکت کردن؟ اساتیدش که حضرت آدم هم، موسی هست، عیسی هست. باشید بیاید، دوره خوبیه، تیم خوبیه، همه نخبه. امتحان میگیرم و تست ورودی باید بدی. آقا این تست ورودیش چیه؟ ما میخوایم بیایم. کی بدش نمیدونه؟ میگه خب چه؟ یک کلم این دنیا نگیردت. از دنیا دنیه تو ادامه دنیا همین دعا هست. زخرف ها و زبرج ها زرق و برقش نگیرده تو لوسه بین گندگی دیده قش نکنی یه وقت. زرق و برق دیدی نری ها قش نکنی بری بیوش بشی ها. با دو تا چشا ابرو پنچر نشی ها. آره زینت دنیاست دیگه. سر تکو میدم یه خوب زینتی هم هست. کسی نگفته زیبا نیست،
اصلا اسمشه دیگه. زخرف و زبرج همین هم چیزی که زینت میدن. یه چیز طلاه، یه چیز مطلاه، آبکاری شده. مزخرف یعنی اون چیزی که، یا من مزخرف نگو، میدونی چی؟ یعنی ببین تزیین اضافیه یه چیز دیگه. مثلا یه ماشین میخری یه چیزی زیر آینه آویزون میکنه دیگه، تزییناتش. حالا نباشه ماشین ماشین نی، شما مثلا میری یه جا ماشین میخری میگی آقا یه ماشین پیدا کردم زیر آینه‌ش هم یه دونه این چیز آویزونه. میان خوله یارو دی. میمون از ماشینه بگو زیر آینه رو یه کوفته دیگه میبینیم میندازه یه چیز آویزون میکنیم خوب اثر میذاریم. چیه؟ چون چیز اساسا یعنی زینت چیز اضافه. با اضافه کردن یه چیزی مثلا یه خورده مثلا رنگ و لا بشه آپشنی بهش میدی یه چیزی اینجا. برای مزخرف یه چیزی که اصل نبوده، بی خودی بود، اضافه بود. یا جنسش از طلا نبود، آبکاری شده بود. تو ادامه میگه، میگه که قرار بر اینه که اینا چورا نگیره. از زهد فی حاضر دنیا دنیه. دنیا دنیه. تأکید. یه دنیای کثافت پست. یه نگاه میکنیم به خدا، میگه دنیا. یه نگاه میکنیم به نظر ما که نمیاد. خدا مطمئنی مزخرف اینا؟ میشه حالا یه ده تا این مزخرف هم به ما بدی؟ همینو میخواد دیگه. من نابود میکنه خودش، میگه نه تو بدن ماموریت نمیخوای بشه برو. چون مثلا نظامی ها رو دیدی لباس خشنه، چون کارگره ساختمانی دیدی لباس های ارتشی رو هم دادنشون میکنن. برای چی؟ یعنی پاره نمیشه مثلا. ها؟ چون مثلا لباس پلوخوری من شما رو تنشون کنم برای دو تا بیل بزنه 60 جا پاره شده اون. نظامیه که دنبال این قرتی بازی ها نیست، دنبال کارآمدیه. اگه عینکی داره میزنه، اصلا ابزار نظامی ابزار زمخت و ده بار خورد زمین نشکنه نمیده. ها اینطوریه. میگه من میخوام نیروی نظامی داشته باشم برای ماموریت هم. کی پایه است؟ یارو مراقب این علنگوهاش نشکنه. خب من رو تو راه نمیدم. اصلا میخواد تو رو انقدر سطح تو ببره بالا، همین مزخرف ببینی اینا رو، خجالت بکشی یه روزی بگی ما وای من تو ذهنم چیا بوده. یه میری بیرون مثلا یه ماشینی میبینی اکنت گاز داره میده رد میشه نمیدونم چی، قش نکنی چشت که با ماشینه داره میاد، دلت هم با ماشینه نره. اینو باید کار کنی رو خودت، نه اینکه مثلا سوار ماشین ناشی. نه سوار ماشین ناشی. آقا ما رفتیم چه میدونم خدمت شما عرض میکنم اندیکا برای مناطق زلزله زده، فکر کنم من دیوونه با پراید از اون کوه برم بالا. گفتم آقا یه ماشین شاسی بلند میارم چی بکنه کوه بره بالا، زده بود معلومه همین باید بیارید بریم بالا. الان اینو لازم داریم. اما نباید این باشه که تو ماشین نشستیم. این هزینا هم دارن این ماشینا. عجب خدا چی درست کردن. دیدید دیگه من بعضی ها اصلا یک جوری مثلا در مورد گوشی موبایل حرف میزنن، در مورد تعجب میکنه میگه این چی داره میگه، این گوشی وسیله است دیگه. حالا کارآمدی خوبی داره آفر. حالا مثلا ما خواهیم ماشین سوار ماشین میشیم، نه آقا من یه ماشینی بده کولر نداشته میخوام پدرم در بیاد راستش، تو رو هم خواهم خوب دهنم سرویس بشه. نه امام گفتم مثلا میخواست بره کربلا زیارت زمان که نجف بودن، اون ماشین خوبتون رو بفرستید کرایه میکردم ماشین از نجف تا کربلا برن. اون ماشین خوبه بیکاریم بین را گیر کنیم بیافتیم پنچری میخواهم برم زیارت پنچری بگیرم برم مکانیکی کنم که. حالا اتفاق افتاد بچن یه جا لازم شد پیاده بریم بقیشو میریم. اصلا تو راهپیمای اربعین ما مثلا پیاده میریم، خودی که اصلا وسیله اصلا مهم نیست.
میخوای قشنگ نه بگی، یه نه عمدی به این امکانات و تجهیزات که برای اهل دنیا جذاب است. مثل جا خواب ما هم دیگه گوشه میگیریم میخوابیم بابا، یه پتو بده آقایه همجوری بخواب. این کلاس درسه، میخواد اینجا شور بار بیاره. اصل لب مطلبمون اینه که از همین امروز این روز بعد آویزی گوشمون کنیم که آقا عجب، پس خدا یه شکر ویژه اساسی و فلان اینجوری کردیم برای اینکه اولیاءشو داد و این اولیاء اینجوری زجر کشیدن. که من چی کارم؟ یه تو هم بیا تو تیم تمرینات نظامی آموزشی این تکاورا رو آدم ببینیم که مطمئن نمیخوای بری. خیلی سخته دیگه این آموزشیاشون رو نگاه کن. و پدرم ارتشی بازنشسته است میگفتش که اون اوایل جنگ بودیشون رفته در ارتش، بعد گفت ما رو به خاطر اینکه زودتر بفرستن جنگ 4 سال نگه نداشتن تو دانشگاه، 2 ساله آموزش. گفت ما رو برداشتن بردن نوک کوه، یه 2 روز با اون هیچی ندادن، هیچی، 2-3 روز هیچ، گشنگیش میمردیم. و تو راه میرفتیم مثلا یه چیزی علفی رو احساس میکنیم مثلا میشه خوردش، یا بشه که میکندیم اگه میدید اون پوستمون رو کنده بود. میگفتن نهار مرغ داریم، گفتیم اوه مثلا فکر کن گرسنگی کشیدی راه هم رفتی خسته کوفته تو کردستان، گفتن نهار مرغ داریم. میویدیم یه دنیم چیزی اومد سبدای گنده ای توش، گفت مرغ محلی رو ول کردن رو کو، گفتن یک روب دیگه به صف باشید، نه فندکی نه چاقوی نه مرغه 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 سالم داریم این دومه چیش کارش بنام اینا. گفت برای فکر بکن دیگه، گفت ما دنبال اینا میدونیم فقط 10 دقیقه اینا رو گرفتیم، هیچ فصلی نشونه چیشو زبیش کنم فلان قدر گوشی گیره میمینیم. میدونستیم به احتمال تا 2 روز دیگه چی بمونه میدن. خب آقا از همونجا عقبیه در میرفته برمیگشته دیگه. من میخوام باشم، آره میخوام بمونم اونجا دیگه، میخوام پاکارم اونجا بمونم. میگه ببین اینه، البته بهتونم بگم به اینا چی میدم، من نعیم المقیم، نعمت مقیم. آقا اینجا اقامت گرفتی مقیم شدی، نعمت دائمی خوان لا زوال له و لزمه له، نه مستهلک میشه نه، یعنی این زوال داره این مستهلک میشه، این عوضش هم اینه. میگه بدون این اولیاء شما، گفتن بله قبول، فشرطون شرط هم گذاشتن من خدا، گفتن قبول. تو کدوم تیم میخوای باشی؟ این دعای نوت بینید. حالا نه که مثلا زندگی من چقدر از اون سختی هم داشته، ما که دیگه اشغال میکنیم از اون جهت، یعنی اسمشو داریم میگیم، ما کجا یه خار توی پامون نرفته. خب تا این ابتدای این فرازه باشه، الله بقیهش هم انشالله عمری باقی بود، جلسه بعد با امید خدا تعجیل در فرج امام زمان انشالله خداوند همه ما و شما را از مسببان اصلی خیر در ظهور قرار بده. صلوات علیه.